آقای دهخان، واقعا چرا این برخوردها و سرکوبهای خلاف قانون علیه شهروندان تمومی نداره؟ واقعا چطور میشه که امروز با توجه به اینکه شما گفتید که این اعدامها و سرکوبهای امر حاکمیتی هست، امروز برخی حقوقدانها نوک پیکان انتقادها رو علیه آقای پزشکیان گرفتن؟ اون مگر نگفت که قرار نیست تغییر ریل بدیم؟ امروز هم در دیدار با روزنامه‌نگاران از برقراری حق و عدالت به عنوان وظیفه یاد کرده. میخوام بپرسم با تکیه بر حق و عدالت واقعا چه میشه کرد که از این مرحله شعار آقای پزشکیان خارج بشه؟ سوال خوبیه. واقعیتش اینه که برای اینکه به این سوال جواب بدیم، اول باید بگیم آقای پزشکیان در رأس کدوم قوه هست و در کدوم نظام ریاست دولت رو داره. ایشون رئیس قوه مجریه است در نظام جمهوری اسلامی که حداقل منابع و قدرت در اختیار قوه مجریه است و تصادفاً به رؤسای قوه مجریه میگن رئیس جمهور، در حالی که این افراد در نظامی که قانونمند نیست و دموکراسی حاکم نیست ریاست جمهور رو ندارن، یعنی جمهور مردم رو ریاست نمی کنن، نهایتاً ریاست دولت رو دارن. وقتی چنین نظامی با رهبری و شورای نگهبان با نظارت استصوابی نخبگان جامعه رو حذف میکنه و افراد خاصی رو که ملون هستن یا ریاکارن یا به خودشون وابستند و نزدیکن یا پسر خوبی هستن که میتونن حرف شنوی داشته باشن رو در رأس قدرت میارن، در نهایت شما از اینها نمیتونید توقع تغییر ریل داشته باشی. این تفاوت نگاه سیاسی و حقوقی صرف نظر از تفکیک قوا، که اون چیزی که ما داریم در جمهوری اسلامی میبینیم اصلا قوا نمیبینیم. شما اگر در بسیاری از دیدارها با شخص اول مملکت ببینید، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس یا دبیر شورای نگهبان قدرت بالاتر از سه قوه دیگه داشتن و کنار رهبری بودن. در واقع اگه قرار باشه اینجوری به قوه ها نگاه کنیم، قوه ها، ما پنج قوه داریم که اتفاقا بودجه اصلی در اختیار قوای دیگه است غیر از قوه مجریه. دولت کمترین قدرت رو داره. رئیس دولت وقتی میاد میگه من تضمین میدهم، حالا بعضی از همکاران ما میگن ما به شما اعتماد کردیم، خب این اعتماد اشتباهه. شما داری در واقع به کسی اعتماد میکنی که قدرتی نداره و کسی که تضمین میده خودش باید بدونه تضمین رو کسی میده که اختیار، صلاحیت و قدرت اجرای اون منویات و تضمینات رو داشته باشه. کسی که تضمین میده در حالی که چنین قدرتی نداره، خودش که اشتباه میکنه یا ریا میکنه برای رأی، کسی هم که بهش اعتماد میکنه اشتباه میکنه. برای اینکه خب شما اول باید بپرسید شما تضمین میدید در مورد جمع کردن گشت ارشاد؟ کل نظام بر پایه همین ریاکاری و همین مسائل شرعی با اصل 4 قانون اساسی که تمام جوانب کشور، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اتسترا بر اساس موازین شرعی باید باشه و شورای نگهبان وجود داره، شما از طرف کی داری تضمین میدی؟ مگه تو اختیار داری که تضمین بدی؟ یا من که میدونم شما اختیار نداری، چرا باید به تو اعتماد کنم که تو این کارو میکنی؟ اساسا اگر قرار بود چنین کاری صورت بگیره، از زمانی که این ویدیو این دختر خانم های جوان، نوجوان، در واقع کودک 14 ساله منتشر شده، اولین سوال باید این باشه آقای پزشکیان گیرم که تضمین ندادی، شما به حرفای پیش از انتخاباتت رجوع کن و بگو چرا الان لال شدی، نه سکوت کردی، لال شدی، یک موضع نمیگیری. چرا وزیر این خیلی سکوت با لال شدن خیلی فرق میکنه، چون لکنت زبان وقتی میخوای نهج البلاغه پیش رهبری بخونی بلدی، ولی وقتی میخوای اقدام مربوط بیت المال و منافع ملی و خیر عمومی و کودکان این سرزمین بکنی، در واقع لال میشی. سکوت فرق میکنه، سکوت میتونه تاکتیکی باشه. این مسئله سوال اصلیه که وقتی شما در طول این مدت که ویدیو پخش شد از در و دیوار صدا در اومد، از آقای پزشکیان در نیومد، اقدام اولیه که شما باید میکرد حداقل، اصلا ما میگیم شما دروغ گفتی، ریاکاری کردی، تبلیغ به خرج دادی، اوکی، اصلا نمیتونی گشت ارشاد جمع کنی، برای انتخابات گفتی باشه ما قبول. شما امروز چرا وزیر کشور رو عزل نمیکنی؟ چرا هیچ اطلاعیه اخطاری نمیدی؟ شما میخواستی فیلتر شکن و بساطش رو جمع کنی، گشت ارشاد رو جمع کنی، ما که میدونیم شما این اختیار رو نداری. مسئله اینه که شما این ادعاها رو کردی، امروز کدوم ریل بخواد برگردونه؟ مگه ایشون سوزنبانه؟ مگه ایشون اصلا اختیار اون قطارا رو داره که به ریل برگردونه؟ آخه وقتی کسی که این اختیار رو نداره، مثل این که بگم من رانندگی بهتر از شما بکنم در حالی که گواهینامه ندارم، اصلا پشت رول من نیستم. بنابراین من تصور میکنم اون چه که در مورد حجاب اجباری
اتفاق داره میفته، چون با قاموس و ناموس جمهوری اسلامی گره خورده، هر چی رو از دست بده، اینو نمیخواد از دست بده، به نظر نمیاد در اختیار رئیس قوه مجریه، مقننه و قضاییه حتی باشه، در اختیار بیت رهبری و اطلاعات سپاه و سپاهه، که اگر قرار باشه یه روزی مدل چینی یا مدل بن سلمان رو رعایت بکنه، احتمال داره در مورد حجاب هم یه سیاست دیگه به خرج بده، اما برای منافع دیگری دراز مدت. اصل قضیه و مشکل حل نمیشه، کما اینکه مسئله حجاب تا زمانی که در قانون به عنوان عمل حرام یا حجاب شرعی در قانون اومده، از سرباز صفر تا سردار رادان جنایتکار میتونن بر حسب تشخیص دینی و شرعیشون که مرجع تقلیدشون کی باشه، به کودکان و زنان مملکت آسیب بزنن، در حالی که مجازات حجاب شرعی نهایتاً جزای نقدیه، حتی حبس هم باید تبدیل به جزای نقدی بشه، چون 2 ماهه. نه این همه خشونت، چون ماده 570 قانون جزام رعایت نمیشه. این ماموران اگر بابت این رفتارها تحت تعقیب قرار میگرفتن، طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی محاکمه می شدن، منفصل می شدن و محبوس می شدن، چون در تمام این سال این اتفاق نیفتاد، اینا بابت این رفتارهای که مثلا با سپید رشنو شد امتیاز گرفتن، در نتیجه این قانون هم مخفول شده، اینا امتیاز گرفتن، بیشتر بیم تجری رفت و توحش بیشتری رو به خرج می دن تا امتیاز بیشتری بگیرن.